در این برنامه با من فیاض نجمی. سلام بر سفر همه جان، خوب صد من صد دارید قصه را باشه قصه های که شاد درد روزگار خنده های چیری و دیدار هموطنان را در برنامه دیدی نو از چنل یوتیوب گپنو اما روزا ساعت 9 شب برنده باشه. مشکلات داره در زندگی خود بیشتر از حال و احوالش آگاهشه. و زمانی که در هر خانه میرم و مشکلات هر خانه را جویا میشم، واقعیت خیلی دردآور، یکی از یک دیگر برتر است. خب زندگی به من منوال پیش میره، شاید اینا هم یکی از مستحقترین بانوی باشم که بتونیم ما کمک همکاری بکنیم. ما بازم میگم داوری میگیرم که میرم در هر خانواده میگم با این خانواده بیشتر ما کمک بکنم، اما با این حالت خانواده دیگه که من جویا میشم میگم نه، مستحقتر اینا شاید باشم. خب در همین قسم در چهار سمت افغانستان شاید بیشتر از اینکه مستحقتر زندگی بکنن، اما همشب ما بانی رو معرفی میگیریم که هیچ کس کوی نبره، آمدن تا خانه خیشای خیش قوم خود اینجا زندگی میکنن. همه کسی نیست که باشن همدردی بکنن، کسی نیست کمک همکاری بکنن و کسی نیست که از حالت اینجا جویا شدن و تا بالوز کسی هم جویا نشده. این بانو هم من زیاد در پرالفیر میکنم بیشتر دردش از زبان خودش بشنوید. خسته نباشید بانو، خوب هستی؟ نه بله. پیش از اینکه برنامه را آغاز بکنیم با گریان شروع کرد. گریانی که هشک است که از چشمه من هزاران بانو داشت و هزاران درد در اون عشقایش من را میداد. در هر عشقش درد وجود داشت که از گلویش از زبانش نمیتونست فریاد بیرون بکنه. با عشقایش با دیده هایی که از چشمش بیرون میاد از اون نمایان بود که با چی دردی هست، با چه مشکلاتی هست، با چه مشکلات دست پنجه میکنه. خب برو بیا بیشتر از زبان خودت بگو، از زبان خودت بیشتر هم بتونه ما درد بشنوه. چی بگم؟ آزاد قصه بگو، جای شرم نیست، مثل خودت هزاران خانوادگی دیگه هست که با این چنین مشکلاتی هست. من دیگه کسی رو ندارم. خب آرزو کردیم گفتین شوهر دارش که داشتین، شوهرتون چه قسم شد؟ سرطان داشت مردک. شوهرتون اولاد چیزی از حضور؟ نه اولاد. هیچ کس؟ شما چند سال شد شوهرتون وفات کردن؟ چهار سال. چهار سال شوهرشون شد اصلا مرضی سرطان داشته و وفات کرد. خدا من رحمت بکنه، هم اونها رفتن، اونها رفتن، خدا آرام کردن. اما این بانوی که اینجا مانده، اینا خیلی باید مشکلات را سپری بکنن تا بتونن زندگیشون را پیش ببرن. اگر فکر بکنیم که یک فرد هستن اما واقعا نیاز نخواهد داشتن، اما درد شوهرشان، درد روزگارشان، درد زندگیشان بیشتر اینا را شاید از این بیتر ضعیفتر بکنه. و ما کسی شویم که بیم برشان امید بتیم و دست به دست حق دیگر بتیم که اینا احساس تنهایی نکنن، عشان اینا خیلی تنها هستن. اما حداقل بتونیم یک کندک دردشان را دوا بکنیم، یه جای بس خوشی برای ما هست. خب برو خیلی ببینیم، خدا شما راضی باشه. قربانت. زنده کجا زندگی میکردیم؟ سنچورک، چارباغ سنچورک. پیش کی زندگی میکردیم؟ یا مانه که شوهر کنم وفات برد؟ پیش خوشوی. پیش خوشویت بودین. چند سال اونجا ماندیم؟ دو سال. با این دو سال که اونجا بودیم با چه مشکلات بودیم؟ چه مشکلات را خوشویت دان سرتا را آورده بود؟ یا اینکه راحت بودیم؟ چرا؟ نه، راحت نبودم. چه قسم بودید؟ شوهرم زن داشته، بچه داراش من را زیاد میکرد. شوهرشان زن دیگه هر داشته و از اونا بچه هم داشتن، اینا را اذیت میکردن. خب خیلی من را زار میدادن. بعد امی که افتادم دیدم که اینا را تا
تو گلوله تفنگ میکرد، گلوله میکرد، میخواست من رو بکشه، بعد من خیام. بچه های شهرتان میخواست شما رو بکشه، چرا بچه کدام دلیل؟ نمیتونه برسی، یاد آزار میکرد، گفتی برس اینجا دیگه. خب، چه خسم شد با؟ بعد دیگه با هم آمادم دیگه. کجا آمدین شما؟ پیشی کی آمدین؟ پیشی این آمد. اینا خشایتان هست؟ من رو میشنست. خرابت پدر، مادر، برادر چه خسم؟ مادر. شما که زمان که دختر جوان بودین پیش کی بودین؟ پیش ایران بودم. تنها زندگی میکردین؟ نه پدرم بودم اولا دیگه. اونا وفات کردن فعلا؟ نه خبر ندارم. خانواد زمانی که نها رسی میکنن پدر، مادر، برادرشان هم گم میشن و اینا هیچ کسی کوی ندارن و بجز این خانوادی که فعلا اینجا زندگی میکنن اینا خدا من خیر بتشانه، خدا من هجد سوا بیشتر نصیب کنن که دست این بانو را گرفتن و این بانو را از درگهشان امید نکردن. این بانو هم خیلی مشکلات دارن، از هر مشکلاتشان که شما آگاه میشین من آگاه میشم واقعیت گلوی ما حقده میگیره، هم ما فریاد کردن نمیتونه بجوزه که حرف بزنم با این حرفای ما بتونم برای شما این احساس ببرشن که این بانو نیازمند است، واقعیت نیازمند است، نیازمندتر از هر کسی. خب آزاد کسا کنیم حرف بزنیم تا مردم بیشتر از حالت شما آگاه شدن. اون مردمی که خواب است، خواب غفلت رفتن برای فکر هستن که ما راحت هستیم. نه برادر، ما شما حس برادری هم وطن دوستی انسانیت دوستی هنوز اگر در وجود ما هست، اگر شهامت داریم، اگر غیرت داریم، اگر جرأت داریم، به این پول که داریم، دارایی که داریم نصف بکنیم با این خانواده، برای آخرت خود، برای اون دنیای ما، برای این دنیای ما یک هرج ثواب بیشتر به دست بریم. این بانو یادآوری میکنه که هیچ کس نداره. خب بانو از یه آگاهی دارین که زندگیتون چه خواهد شد؟ آیا میدونین که زندگیتون چه خواهد شد؟ چی امیدی دارین؟ چی میخواین؟ چی فعلا دیگه در میدان ماندم دیگه چی خودم هم همیزه درد دارم ایچ. خب یادآوری کردم که خوشویشان اینا رو از سر بام افتان دارم، اون قصه رو بکنیم برای همتا دارم چه قصه؟ همیتر گاب داشتم چیوهش رو سر بام انداختن، بعد من رو گفتم خودش رفت بالا، من رو گفت یه بوجی بیار که این چیوه گاب رو جمع کنیم بالا رو ترم کن. بعد من با این بوجی رو گرفتم رفتم بالا، این من از بالا بیدرگ برکت پایم خوشید تو. چرا؟ خیال کردم که این بنده کمرم اینجوری از هم رد شد. دیگه امتحان داشت کردم. سوز کردم دیگه. گردم تر بودم چی کردم دیگه. خوب نشدم. شوهرشان که وفات کردن میخواستن این را مثلا یک بام مندازن که اینا هم بمرن، هر دویشان که رفت رفت دیگه. چقدر دل بزرگ دارن این مردم، چقدر دل کلان دارن، اما احساس ندارن. بینازد آزار کلان مدرسه هیچ کس کویم ندارشون. مجبور بودن اونجا تحمل میکردن دیگه، در مشهر دارای چه کنف بودن. بعد امون روز دیگه جلسه کردن تفنگ گلوله کرد، در امون روز باز بود دیگه، من کمرم درد میکرد همجا دیگه. کمرشان هم فعلا درد میکنه، میگم این قبرگاه یا مستقان هایم بر هم دیگه فرو رفتن، اما پل زیر ندارن که پیش داکتر برن و خدا تا دیگه بکنن. یک قیام ندارم، یک افغانی هم ندارن. در این ماه مبارک رمضان شما باور بکنین اگر با این خانواده ها کمک بکنین، دعای اینا و خیلی خوب قربانت دعایی این ها فکر کنین سپهره در پهلی با خواهد بود. شما زنده و سلامت باشین بانوی محترم. هموطنان ما باز میربانی کرده بودن بر ما پل فرستاده بودن تا ما به خدمت شما تقدیم بکنیم. شما کاملا مطمئن باشین برنامه ای که ما داریم پلایتان دانه به دانه این قسم خانواده های خیلی بر ما تماس گرفتن. ما کوشش میکنیم که هموطنان ما باز هم تماس گرفته بودن که باید ما بعد از موعد بعد از عید هم بعد از ماه مبارک رمضان برنامه می ادامه داشت. ان شاء الله برنامه ما ادامه داره، ما بیشتر تلاش میکنیم تا دستای این خانواده ها رو بگیریم و برای شما معرفی کنیم. برو از یاد بری بگو کدام کسب، کدام خیاطی، کدام خسامت دوزی، کدام چیز یاد داره؟ نه. در ایران درس چیز خوندی؟ نه. برای شما باید چه فراهم کنه شما کتاب بودن روزگار دانو پیش بره؟ اگر پول نقده که برای فعلا بدن برای شما شاید یک مدت داره در بر بگیره، آیا کدام کار برای تا جور بکنه؟ کدام چیزی چی رخم؟ کار
اول باید صحت مند شوند یاد داری میکنن باز اگر بتونیم ما بعد از یک کارگاه خیاطی برای خانم ها فراهم میکنیم انشاءالله و در اونجا ما این خانم هایی که توانایی ندارن جای کار کردن نمیتونن یا ما اونجا فقط اینجا رو من حیث شاگرد صدا میکنیم تا بتونن برای خود هم یک آینده بسازن و هم یک کسب یاد بگیرن تا روزگارشون رو پیش بره. خب باز پر الفی نمیکنن همتران هم باز همتران از این باز هم پول فرستادن تا خدمت این خانواده تقدیم بکنم. نجیب الله عزیز 12900 افغانی برام فرستادن که من این پول رو به این خانواده تقدیم میکنم و این خانواده خدا کنه بتونن از یک پول بتونن اقتداییشون کرده بتونن و همچنان یک کمک همکاری کرده بتونیم و یک چند مدتی که هستن از این پول استفاده بکنن و اگر شما هموطنان عزیز میخواییم با این فانوزا کمک همکاری بکنیم نمبر تماس این بانو اگر داشت در این صفحه شما میگذارم اگر نداشتن نمبر تماس ما هست ما با این فامیل ارتباط میگیریم شما بتونیم با این فامیل مستقیما تماس میگیریم و هر کمک همکاری که داشته باشین خدمت خودشون پس ویدیو گرفته میشه براتون فرستاده میشه و اگر پولایتان باقی مونده و پولای کسی که نرساده شما این کارو کاملا مطمئن باشین پولتان میرسه دوره بدانه آره هر فامیل که شما خواستید بانی محترم این 12900 افغانی از طرف نجیب الله جان برکات فرستاد. اگر کدام دعای کدام سلام کدام پیام داشته باشین که همین مدخل باشه. تشکر از مردم کمک کردن به من. نجیب جان کمک کردم در این شب برای شما. تشکر از نجیب جان که به من کمک کردم. در این ماه مبارک رمضان آنها منتظر دعای شما هست. دیگه دعای ما همی غریب هستیم دیگه کسی رو من داریم. دعای شما بیشتر با مردم ما کمک همکاری میکنن بیشتر بر اونها شهامت میتن بیشتر بر اونها جرأت میتن تا بیشتر به شما خانواده ها کمک بکنن. شما من نمبر تماس هر فامیل گذاشتیم شما میتونید مستقیم با اون خانواده تماس بگیرید و میتونید کمک همکاری بکنید. شما زنده و سلامت باشین قربانتون در اخرای ماه مبارک رمضان قرار داریم برنامه ما ان شاء الله بعد از ماه بعد از رمضان هم قرار با شما با این خانواده ها هست و میتونیم شما مستقیم با این خانواده ها بر طرف برنامه ما با این میتونیم با اینا کمک همکاری بکنیم. رمضان خوش بر هر یکتون و پیش از پیش عیدتون مبارک. زنده و سلامت باشین قربانتون.